مدافعان حقوق مسلمانان در هند از افزایش خشونت‌ها علیه مسلمانان در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. آنها می‌گویند روزی نیست که در جایی از هند خشونت و اتفاق علیه مسلمانان نیفتد. حتی مراسم رام نوامی که قرار است جشن صلح و عشق باشد، اکنون به دلیل اقدام برخی افراد به خشونت ضد مسلمانان معروف است. در این مراسم که روز جمعه 11 فروردین برگزار شده بود در چندین منطقه هند حداقل 20 مورد خشونت علیه مسلمانان صورت گرفت در منطقه نالاندا بیهار در جریان راهپیمایی رامنوامی مسجدی به آتش کشیده شد در جریان یک راهپیمایی رامنوامی در بنگال غربی، گروهی از حامیان هندو مشاقل متعلق به مسلمانان را خراب کردند و آنها را به آتش کشیدند. مردم محل مردم محل گفتند که 80 تجارت متعلق به مسلمانان در آتش سوختند. در ماهاراشا نیز، فعالان هندوتوا با حضور پلیس به زور وارد مسجد عبدالرحمن ملنگ شدند و شعارهای ضد مسلمانان سر دادند از سوی دیگر ساکنان گجرات پلیس را به متهم به اقدام خود سرانه کردند که بسیاری از مسلمانان پس از افتار بازداشت و به شدت مورد حمله قرار گرفتند در جریان یک مراسم دیگر در گجرات جمعیت هندوتوا شعارهای ضد اسلامی سر دادند و به سمت یک مسجد سنگ پرتاب کردند برای بررسی جزئیات بیشتر در این باره حجت الاسلام و المسلمی ادیب هندی از شهر لکنوی هندوستان با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر علیکم السلام و رحمت الله وقت شما بخیر باشه ان با توجه به تنوع فرهنگی در هند چرا همبال مسلمانان در این کشور مورد ظلم و خشونت قرار می گیرند عرض شود خدمت شما که این تحولاتی که الان داریم میبینیم این چند ساله یعنی از سالهایی که پارتی جنتا پارتی در مرکز یعنی در دهلی به حکومت رسیده این مشکلات شروع شده و وجهش هم معلومه چون اینها به خودشون را یک حزبی علیه مسلمانان جلوه دادند و به اسم بابری مسجد و تخریب بابری مسجد به رای اووردند و میخوان اوضاع همین جوری ادامه داشته باشه و این مسلمانان را به عنوان حملاور به این کشور معرفی کنند به عنوان کسانی معرفی کنند که از بیرون وارد هند شدند و اینها خارجی نشون بدن و هندوها را یک جوری نشون بدن که در خطر هستن از مسلمانان در حالی که قبل از این یعنی قبل از هفتش سال قبل اینجور نبود اوزا و اکثر حزبها هم با مسلمان همکار بودند کار می بو شد و حتی در مراسم های مذهبی هندوها مسلمانان شریک می شدند و در مراسم های مسلمانان هندوها شریک می شدند. ولی این هندوهای داغ که مثلا به هندوت جدید که الان داریم ما شاهدش هستیم در اک... نقاطی که مقص... از اکثریت هندوها هست و مسلمانان در ضعیف هستند یا کمتر هستند بیشتر این جور چیزها دیده می شود و سببش هم معلومه که می خوان این آتش و این جور آ... چیزها باقی میمونه تا برای انتخابات آینده به درد اینها بخوره بله پیامد تداوم خشونت علیه مسلمان در هند چگونه ارزیابی کنید؟ خب چیز خوبی نیست الان مثلا چهار روز قبل خود وزارت عالی دیوان عالی کشور یه بیانیه صادر کرد و گفت که اگر مثلا رئیس های حزبها و افراد های سیاسی از بیانات خوشانات امیز و از بیانات خودشون را اصلا دین را کنار بذارن خیلی اوضاع بهتر می شود یعنی بیان از طریق چیزهای دیگر از در مورد اقتصاد صحبت کنن در مورد سیاست های اقتصادی صحبت کنن نه دین صحبت کنن اگر از دین صحبت نکنن خیلی چیز خوب میشه خب اگر اینجوری ادامه داشته باشه ما مطمئنیم که انشاءالله دیوان عالی کشور میاد تو این مشکلات بیاد با مسلمان ها و کلن برای هندوستان تصمیم بگیره ولی خود این روند چیز خوبی نیست و ممکن است هندوستان به یک مشکل داخلی کشیده شود و یک کشوری که هنوز در برای معروف به امنیت بوده و امن بوده و را ما از دست بدیم و دا دا شاهد نزاهای های شدید تر شویم ممنونم از شما حجتالستان الاسلام بر مستمیعدی به هندی از شهر لکنو هندوستان با ما همراه بودند.